هزار دود و دم خواهند کرد مثل همیشه، با انبوهی جعل و دروغ، جنگ روانی، طرح و برنامه های تروریستی و تمام آنچه که برای ما هیچ تازگی نداره در این رژیم. معلومه که همین مالکی هم تا روز آخر که در منصب فرماندهی نیروهای مسلح عراق هست و نخست وزیر، از هیچ چیز کوتاهی نخواهد کرد. این رو که بارها گفتیم و تکرار کردیم، معلومه که دشمن و مزدورانش از هیچ توطئه‌ای، از هیچ رذیلتی و از هیچ فضیحتی فروگذار نخواهند کرد. بارها گفتیم و تکرار کردیم، هرچند که بسیار آزمودند. به قول همون برادرمون در یکی از همین مصاحبه ها که خود شماها می کردید، اشرفیان رو میگم، ما میگفتیم که در 29 فروردین سال 80 77 موشک، حالا سرکرده وقت سپاه در اون زمان خودش اومده و مکررن میگوید که نه، 1000 تا بود. بله، ما هم دیده بودیم که بسیاری از اونها به شهرها و مردمی به گناه اصابت کرد و حتی احشام رو از پادر آورد. برادرمون گفت که خطاب به رژیم، خطاب به ولی فقیه ارتجاع، که تو با 1000 موشک نتونستی مجاهدین و ارتش آزادی رو از پادر بیاوری و حالا میخواهی که با 10-20 موش اونها از پادر بیان؟ پس صورت مسئله، طرح و برنامه و توطئه و جنگ روانی و سیاسی و نظامی دشمن با ما نیست. این که همیشه بوده و هست و تا روز سرنگونیش خواهد بود و ما استقبال میکنیم، هرچقدر که شعله نبرد آزادی بخش بالا و بالاتر بگیرد بیا بیا میگوییم. خودتون میگید، چون بیانگره مرحله و دوره پایانی است. بیانگر این است که سکونی در کار نیست، حرکت است و قیام، خیزش است و پیشرفت. پس صورت مسئله عبارت است از این که پس از 7 سال پایداری پرشکوه و تاریخی، که حتماً شنیدید و دیدید توی نشست دیگری، از همین مؤسسان گفتم که طولانی ترین، بقرنجترین، سنگینترین و خونینترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران و این قسمت از جهان. رسیده ایم به انتهای یک دوره در جریان تکامل. دور و درجا زدنی در کار نیست، عقب گشتی در کار نیست، دور و کور نیست. نمی شود گفت که امسال هم مثل پارسال. همین یک ساله رو که نگاه کنیم، یا یک سال و نیم رو، خب ما یک سال و نیم است که در شدیدترین فشار محاصره بوده ایم. خودتون عزم جزم کردید که حتی برگ گیاهان و ریشه درختان در بهار 1، اگر یادتون باشه، در اواخر سال 1387، حالا یک سال و نیم گذشته، چه دود و دمی راه انداخته بود آن جاسوس بیمغز که مثلا مجاهدین را ببرد بیرون اشرف توی گردان عراقی، تک به تک خصوصی با انواع وعده ها، البته در میان نیروهای تحت سلاح عراقی، که بتواند آنها را از اشرف ببرند. قطع تمامی ارتباطات ما، دستگیری کارگرها و راننده ها، بعد از این که چند سال قبلش همین ها، همین وحوش اتوبوس کارگرهای ما رو هم منفجر کردند با 11 شهید و تعداد خیلی بیشتری مجروح، چه برگ هایی در این یک سال نیم مزدوران ارتجاع رو کردند و یکی بعد از دیگری سوخته شد از اینکه
به فرد بریده‌ای که خودتون رفته بودید به نیروهای آمریکایی معرفی کرده بودین در اون زمان، کشیدندش به مصاحبه که بگوید قرار بوده من بیام خودم رو توی نیروهای عراقی منفجر کنم. بعد یکان سگهای پلیسی که آمد و بو کشید، بعد انگشت نگاری، احراز هویت، برج‌های بیرونی اشرف، داستان مصلحی و ساختمان‌هایی که برای ابراز حسنیت به اونها دادیم. بعد اینکه میگفتند خب در زمان سابق هم اداره خدمات شهری دست ما بوده، اگر شما تابع قوانین عراق هستید و حاکمیت عراق رو قبول دارید باید بگذارید که ما بر آب و برق و امداد اشرف نظارت داشته باشیم. گفتیم بفرمایید، اگر که میتوانید بفرمایید، ولی تا همین امروز پول برق همین نیروی سرکوبگر عراقی رو و همین بلندگوهای مزدوران رو ما میدهیم. از برقی که هزینش رو ما میدهیم سوء استفاده میکنند علیه خودمون، کما اینکه برج‌های بیرونی رو ما ساختیم با هزینه سنگین، میلیون‌ها دلار ساختمان دادیم. ملاحظه میکنید که یک سال و نیم است در همه زمین‌ها تک و پاتک، تک و پاتک، و برای مجاهدین بهاری در پشت بهار دیگر. فعلا در نهمی نشستیم. بعد که هیچ بهانه‌ای نموند، 6 و 7 مرداد وقاحت را بنگرید، جنایت را و رذالت را. طرف میگوید آمده ام حفاظت کنم، بعد میبینیم که 11 شهید بر جای گذاشته و 130 نقص عضو، 370 مجروح، بیش از 1000 مصدوم و مظلوم و 36 گروگان که با 72 روز اعتصاب تر و خشک آزاد شدند، تماما تک و پاتک. و بعد برگ های مختلف، گزینه هایی که اون دفعه صحبتش رو کردیم، ایران، البته که ایران می رویم با شرایط خودمون، شرایطی که مورد قبول همه جهان هست به استثنای دنیای جنگل و وحوش. کشور ثالث بفرمایید، همش تک و پاتک. اونقدر ولی فقیه ارتجاع مطمئن بود که آمد در تلویزیون رژیم 10 اسفند سال 87 یادتون هست که توافق دو جانبه رو علنی کرد، اما اشرف در سلسله کارزارهای بهار بعد از 1.5 سال میتوانم بگویم بگیر مشت محکمی بر دهان تو. ای که میچکد ز پنجه تو خون، تخت تو نگون، ولایتت سرنگون. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود همینجا.